صبحتون بخیر، ظهرتون بخیر و شبتون بخیر. درود بر ماهتون، من مهزیارم و اینجا کانال بنده است. به کانال بنده خوش اومدید. خیلی ممنونم قربون، چقدر خوشحال شدم. خیلی گرمه امروز بچه، دارم حلاج میشم. به تیشرت هم گیر ندین چروکه. قبل از هر چیز همیشه شیر بخورید. یه سری میگم برای سلامتی خوب نیست ولی گوه میخورن. یک فکت در مورد شیر. شیر سرشار از کلسیومه. گفتم فکت. ویدیو امروزمون فکت گویی. بچه من از شما خواستم یه سری چیزایی که خیلی براتون جالبه برای من توی این باکس بنویسید و من در موردش یه فکت بهتون میگم. اسم میکنم دوربینم کجه. صورتت کجه خفشو مادر اسم. نه صورتم کجه بود. شیرو بذارم یخچال خراب نشه. بول گربونت برم. یه فکت در مورد آز. بچه آز نژادش بریتیش و اسکاتیشه و گربای اسکاتیش فولد اینطوری که میبینین گوشه شکسته است به دلیل اینکه مشکل قزروفی داره، یعنی این یه مشکل نژادیه. اینا سنش که بالاتر میره قزروف درد و استخون درد میگیره. درست خوشگله ولی یه مشکله توی ژنتیکش. به به شیر میخولم. بچه من پاره شدم تا براتون این فکتور پیدا کردم. یعنی هر کدوم این چیزایی که نوشته بودی من گشتم این فکت جالب در موردش پیدا کردم که بهتون بگم. پیر شدم. این ویدیو رو قرار بود قبل ولاگ براتون بذارم ولی انقدر طول کشید تا فکتور پیدا کنم که الان براتون گذاشتم. بریم اهواز. در سال 2011 بر پای گزارش سازمان بهداشت جهانی اهواز آلوده ترین شهر جهان اعلام شد. پراتون ریخت؟ نه بیچاره اهواز اکسیژن که مصرف نمی کنن، خاک میدن تو ریهشون. فکت بعدیمون افسردگی. مغز افسرده متفاوت تر از مغز سالمه از لحاظ فیزیکی. یعنی تو اگه عکسای امارای ببینی یه مغز سالم با یه مغز افسرده کاملا فرق میکنه. اگه مغز سالم گرده مغز افسرده مکعب مستطیل. نه ولی فرق میکنم اونطوری که اکثر براتون گذاشتم. UFO. دانشمندا تو سال 1960 تلاش کردن اولین ارتباطشون با UFO برقرار کنن. چطوری؟ اومدن دو تا دیسک گرامافون برای موجودات فضایی تو فضا پرت کردن که شامل دو تا آلبوم آهنگ با موسیقی جهانی، یعنی زبانهای مختلف، احوال پرسی به زبانها و صدای مختلف کره زمین و یه سری توضیحات در مورد کره زمین به دو تا کاوشگر رباتی وصل کردن. این دیسکا هم گذاشتن روش و فضا پرتاب کردن. یعنی هنوز این دو تا دیسکا یه جایی تو فضا در حال حرکت هم بر خودشون، چون میدونی تو فضا سرعت کم نمیشه مگر اینکه به چیزی بخور، استکاکی وجود نداره، همینطوری دارن میرن. یه روزی آدم فضایی پیداش میکنن و با ما آشنا میشن. ذوقی دارم. بیان اینستا فرض کن آدم فضایی بیان اینستا. شیرمرغ با اینکه مقوی و خوشمزه است و یه سری میگن برای صفر کردن کمر خوبه، میتونه باعث اضافه وزن و یه گرفتگی سینوس ها بشه. چقدر گرمه. یه فکت در مورد آلمانیا. از کولر متنفرن. نه به خاطر مصرف انرژی اینا استفاده نمیکنن، مثلا چون که چند روز گرمه کلا تحمل میکنن. رگ. اگه تمام رگای بدن انسان بالغ رو به هم بچسبونن طولش چی بوده؟ 100,000 کیلومتر میشه. محیط زمین 40,000 کیلومتره. با این حساب رگای بدن یک انسان میتونه بیشتر از دو دور کره زمین رو بزنه. کش تنبون. کش تنبون میتونه 7 برابر طول اولیش کش بیاد. تموم شد؟ خیلی تاثیرگذار. درباره خواب دیدن یه فکت خیلی جالب پیدا کردم، اونم اینه که تو میتونی خودتو تمرین بدی که خواباتو کنترل کنی. یعنی که میتونی قدرت اینو به دست بیاری که تو خواب هر کاری دلت میخواد بکنی، یه سوپر هیرو میشی برای خودت تو خواب. تمرینش هم تو اینترنت هست. مالیات با ایموجی اش. آیوری کوست یا ساحل آج کشوری تو غرب آفریقا 60% تکس داره. خوب اینجا دقیقا 40% داره. 60% تکس داره. بالاترین مقدار مالیات کل کشورهای دنیا رو داره. برعکس دبی فکر کنم 0% تکس نداره. یونانیا باور داشتن که فندق و عسل برای درمان سرفه خوبه. باورشون هم درست بود. یه فکت. اختلال ADHD که خیلی ازم سوال میکنین هیچ راه درمان طولانی مدتی نداره، ولی کوتاه مدت شامل دارو و یا روان درمانی میشه یا ترکیبی از هر دو گزینه. مغز انسانی که ADHD داره از نظر فیزیکی برخی قسمتاش ممکنه کنتر رشد کنن تا یه انسان معمولی. مثلا فرانتال لوب یا لوب فرانت که سازماندهی و یا تمرکز رو کنترل میکنه ممکنه تو کودکان کنتر بالغ شه، یعنی طول میکشه تا به این بلوغ برسه. حشریت. درباره حشریت میتونم بهتون بگم که زنای باردار میل جنسیشون بیشتره و یا ترن. اینم به خاطر دو تا چیزه، یکی اینکه افزایش هورموناشون توی خون و دو اینکه از نظر روانی استرسی برای باردار شدن ندارن، برای همین میتونن ریلکس کنن و بیشتر لذت ببرن. جالبه نه؟ نه از نظر یه مرد هیچ موقع به این من زیاد فکر نمی کنم، چون وقتی سکس دارم نگران نیستم یه قراره حامله بشم، ولی الان خودم دارم میذارم جای
یه خانم خیلی نگرانی داره هر بار آدم همخوابی میکنه. ایوا اینجا هم ریخت. پاچید رو میزم. او مای گاد. صبحت بخیر بلبل. یه فکت درباره رضا پهلوی. رضا پهلوی کل خردسالیشو تو فقر گذرون. از 12 سالگی به نظام پیوست. تو سال 1299 از طرف یه جنرال به نام ادموند آیرونساید، وایکینگ بوده طرف، آیرونساید، به عنوان فرمانده قوای قزاق منصوب شد. فرمانده قوای قزاق یعنی چی نمیدونم. و دو ماه بعدم تو کودتای 3 اسفند 1299 نیروهاش تهران رو تصرف کردن به فرمانده خود رضا شاه، البته موقع شاه نبوده، و شد وزیر جنگ، به سری از ناامنی‌ها از بین برد. و بعدم تو سال 1302 شد نخست وزیر و دو سال بعدم با رأی مجلس شد پادشاه. از کجا به کجا؟ از فرش به عرش. تلاش کردی، شما تلاش کنی هرچی بخوای میشین، حتی شاه. خرگوش خیلی جالب بود، چون که من نمیدونستم خرگوش مدفوع خودشو میخوره، مثل خوک فکر کنم. ولی اصلا نگران نباشین، کاملا طبیعیه، چون این سیستم گوارشه خیلی هوشمندی داره. فضولاتی تولید میکنه به نام کاکاتروف و با خوردن اینا مطمئن میشن که بیشترین مقدار تغذیه رو دریافت میکنن. زندگی سخت. از لحاظ علم روانشناسی اکثریت کسایی که زندگی سختی داشتن به نسبت آدمای دلسوزتر و مهربون تری. صدام حسین، آدولف هیتلر. عشق با دو نفر نقضش کردیم رفت. اونا هم زندگی سختی داشتن ولی اونا اکسپشن بودن. چی بودن؟ خاک عالم تو سرت، من فارسی کلی کلی. استثنایی، استثنا بودن، ولی اکثریت آدمای مهربونی میشن وقتی زندگی سختی دارن، چون با عقل جور در میاد. یه هرچی بیشتر بلا ملا سرت بیاد، احساس همدردیت برای دور و بریات بیشتر درکشون میکنه. فکت بعد. فکت بعد ما پول. 5 یورو. فقط 8% از پول جهان در نسخه فیزیکی وجود داره. ببین چقدر پول هست تو دنیا. بقیهش کامپیوتره تو بانک. یعنی بقیه پول دنیا تو هاردای کامپیوتر هست. هیچ وجود خارجی نداره. اگه قول بدی همین الان چنل سابسکرایب کنی و لایک کنی و یک کامنت بذاری، اینو بهت میدم. بیا گذاشتم زیر دوربین، بعد اینکه لایک کامنت کردی برم خودت. کفش پاشنه بلند. اولین شواهد برای پوشیدن کفش پاشنه بلند برمیگرده روی یه عکس روی کاسه ایرانی که برمیگرده به قرن دهم. روی این تصویر یه سرباز سوار نظامه که از کفش پاشنه بلند استفاده کرده و پاشنه هاش توی رکاب اسبش قفل شده. از اولین کسایی که از کفش پاشنه بلند استفاده میکردن سوارکارای ایرانی بودن. جالبه نه؟ کفش پاشنه بلند برمیگرده به سرباز ایرانی. عیسی مسیح. آقای عیسی مسیح یه نجار بوده. البته یه سری هم به سنگ تراش میشناختنش و خیلی کارش خوب بوده. آقای عیسی به چند زبان مختلف دنیا هم سخن میگفته. همیشه زبان آرامی و عبری. الکل ممکنه به شدت قدیمی باشه، چون که بقایای نوشیدنی الکلی پیدا شده که قدمتش برمیگرده به 7000 سال قبل از میلاد مسیح. و این کوزه الکلی، بقایای کوزه الکلی تو چین پیدا شده. خیلیه، ما از اون موقعی که اومدیم رو کره زمین تا الان الکلی بودیم کلا. قهوه، چیزی که من اصلا نمیخورم، تو زندگیم چندین بار خوردم. نه این فکت نبود، این فکته. تقریبا 400 میلیارد فنجون قهوه در سال استفاده میشه. 400 میلیارد. ممه، اصولا ممه سمت چپ 1/5 از ممه سمت راست بزرگتره. مهزیار صالحی. مهزیار اسم اولی نبوده که خانوادم برای من انتخاب کردم. من قرار بوده میکائیل باشم، ولی یه سری اومدن گفته وای اگه اسمش بذاری میکائیل این بخواد بره بعدن حج، میخوای بهش بگی حج میکائیل. بعد بابام حالا سر کلکل نداشتون موقع عاملات سرشون تو کنون بود، چون منم یه مدت طول میکشید تا به دنیا بیام دیگه. بابام اشتباه میزده، نمیدونم. من به دنیا نمیومدم، خلاصه 2 سال مامان بچه دار نمیشدم. بعد که به دنیا اومدم اینا گفتن اوکی، اومدم بذارم مهزیار دوباره یه سگ دیگه. نمیخوام، ببخشید، معذرت میخوام، یه انسان دیگه ای. دوباره فامیلا زنگ زد گفت ما داریم میریم حج، دست کردم ای شو بچه دارشی با اسم بچه تو بذار رضا. نه حج نرفت، رفت امام رضا، افتادن که بچه داشی واسه بچه تو بذار رضا. با هم که دیگه کفش در اومده بود اسمو تو پاسپورت گذاشتن رضا، ولی هیچ کی رضا صدا نمیکنه، همه مهزیار صدا میکنه. البته دوستای اینجام چرا رضا صدا میکنن؟ برای اونایی که اینجا سخت بگه مهزیار خفه میشن همین رضا. رضا آسون تر. شهر سرخس. حالا یه فکت بگو ببینم. چشم کلک، فکت برای شما هم داریم. بیا. جاده معروف ابریشم یادتونه تو کتاب تاریخ میخوندیم که از پایتخت چین آغاز میشد و به روم ختم میشد. این جاده حدس بزنی از کجا رد میشه؟ بد وقت نمیکوچید. بله درست حدس زدی. سرخس. شهری در ایران کنونی خودمون و یه سری منازلی به نام ربات شریف و ربات ماهی توی این منطقه کنار جاده ابریشم بوده که به منظور رفاه مسافران ساخته شده بوده. اونایی که داشتن میادن اینجا درد میشدن مثل هتل بوده براشون، میادن استراحت میکردن، استراحتگاهشون بوده و هنوز تا هنوزه به صورت نیمی ویرانه هنوز این خونه ها هستن اینجا. جالبه نه؟ خیلی جالبه. مجنون.
وای ریشون بلند شد دارم دیوونه میشم. فقط درباره ریش تو رو گفتم ندارم و بگم. بعد بگم. نمیشه. امروز هر چی میگم بعد درباره اش فکت بگم. 3 weeks later. ریش حالت سمزدایی داره. آلودگی هوا رو ازش جلوگیری میکنه که به صورتت نرسه. نداشتن سکس. سکس به فشار خون آدم کمک میکنه و نداشتنش باعث افزایش فشار خون میشه. پس تا میتونی بده برو کنیم بریم. بله، آلت تناسلی. ایشون یکم رقیق‌تر نوشتنش. در آیسلند یه موزه هست، موزه آلت تناسلی. و توی اون از بزرگترین آلت تناسلی که آلت تناسلی وال آبیه که بین 2.5 تا 3 متر طول داره. و کوچکترین آلت تناسلی بیل که مال یه پستاندار خیلی کوچیکه به نام حشره خوار. شبیه موش کوره. سایزش 0.5 سانتی. گوگلی. نیم سان چی کار میکنی داداش؟ فکت بعدی که شما ازم خواستین جوراب پاریزان یا نه اشتباه خوندم پارازین نه پاریزان آتیشون نوشته پازرین که غلطه پارازین 40% جورابای دنیا تو چین ساخته میشه ولی نه جوراب پارازین دارم تبلیغشو میکنم تولید داخلیه و بسیاری از افراد به دلیل خشکی و یا ترک پا میتونن از این جوراب استفاده کنن کرم میزنی بعد جوراب میکنی پات کرم کفام کثیفه نه تمیزه آقا این پا رو سانسور کن مجانی نشو مردم نمیدیم خیلی خاصی میتونیم به تشریف بیاریم به سایت دیگه براتون میذارم شهناز تهرانی و آقای آقاسی دوتا از دوستای پدر بزرگم بودن به جز این دوتا فکت دیگه به ذهنم نمیرسید بهتون بگم البته بیشتر آقای آقاسی دوست صمیمی جیک تو جیک که پدر بزرگم عکسشون هم دارم با هم ولی آره دیگه دیزنی اولین استودیو انیمیشن والت دیزنی برشکسته شد. باورت میشه چقدر الان گنده است و تاثیرگذار تو دنیا؟ اولین استودیویی که تو زندگی زده برشکسته شده. مؤسس شرکت دیزنی هم خود آقای والت دیزنی بوده برای اونایی که نمیدونن. و اولین کارتون دیزنی هم میکی ماوس نبوده. یه کاراکتر بوده به نام آزوالد، خرگوش خوش شانس که خیلی هم شبیه میکی ماوسه ولی فریکی تر. حالا عکسشو براتون میذارم. گربه با ایموجی گربه. گربه 70% عمرشون رو میخوابن. درست آز؟ خوابیدی این ششور خلا؟ اینجوری نگه گربونت دارم هیچ خوابه الان این تو اون 70% است و ثروتمندترین گربه جهان یه گربه به نام بلکی که تو گینس هم ثبت شده مالک میلیونرش که میمیره با خانوادش لج داشته و مشکل داشته توی وصیت‌نامه‌اش نوشته بود که تمام پولش رو میخواد بده به گربش و حتی یک سنت از این پول رو به خانوادش هم نمیخواد بده برای همین این گربه 7 میلیون پوند پول داشته چی کار کرده این گربه با این پول؟ بس اصلا گربه مرده پول به کی رسیده؟ دولت؟ بوسیدن تو وقتی یکی رو میبوسی یا فرنچ کیس میکنی فرنچ کیس یعنی توری با زبون لالالالالا 29 تا عضله صورت درگیره این کاره یعنی تو از 29 تا عضله صورتت کار میکشی وقتی داری لب میگیری از این نفر ناراحتی هر کسی که ناراحته افسرده نیست یه فرقی هست بین ناراحتی و افسردگی و یه جمله جالب هست میگه که ناراحت بودن با آدم درستش خیلی بهتر از شاد بودن با آدم غلطش سسماس واقعا سوسماستی بود ناراحت بودن با آدم درستش بهتر از شاد بودن با آدم غلطش کیبورد کوتاه ترین اسپیس دنیا اسپیس کیبوردهای ژاپنیه خدا دروغ نمیگم همین اینم عکسش الان بهش فکر کردم یه چیزی میگن در مورد آسیایی ها خود لعنتش میکنه زرتشت حدودا بین 100 تا 200 هزار زرتشتی ما تو ایران داریم مقایسهش کنیم با 90 میلیون خیلی کمه صابخونه قبلی یه حرومزاده دوز در لباس یه انسان پیر تنبلی افراد تنبل زمانی شادترن و یا به شادترین اوج زندگیشون میرسن اونم موقعیه که فعالترن و بازدهی بیشتری دارن البته این فقط برای افراد تنبل نیست بچه‌ها برای همه صدق میکنه تو هرچی فعالتر باشی روحت شادتر زنده‌تری در مورد کامپیوتر یه فکت بگو کامپیوترها یه روز با ما انقدر میتونن ادغام بشن که مرز بین انسان بودن و کامپیوتر بودن کاملا محو میشه مثل کاری که الان داره ایلان ماسک میکنه چیپ میذاره تو سر مردم ولی اینو حالا فکر کنیم پیشرفته‌ترش کنیم آپگریدش کنیم شروع کنیم یه سری چیپ های دیگه جای دیگه بدنت بذاره برای قوی‌تر شدن سریع‌تر دویدن هزاران هزار چیز دیگه و میشیم یه ترکیب بین انسان و کامپیوتر که اصطلاح است براش میگن سایبورگ یعنی ترکیبی از انسان و کامپیوتر اونایی که فیلمای دی سی رو میبینن یه کاراکتر دارن برام سایبورگ اونم همینطوری قشنگ آینده ما همونه بالاخره یه روزی میرسه که یه عالمه قطعات کامپیوتری برای خودمون استفاده کنیم میشه قلبمون به جای هر چیز دیگه البته قلبو همین الانم دارن انجام میدن ما برای کسایی که قلب ندارن یه دستگاه میذارن که خونو پمپاژ میکنه به کل بدن خیلی جالبه به اونا میشه گفت سایبورگ نه عربیش میشه گفت سایبورگ چون قطعه کامپیوتری داره براشون خون تو بدن پمپاژ میکنه دودول دایناسور با این فکتاتون بعضی از نژادهاشون بیشتر از 2 متر آلت داشتن یه چیزی مثل همون والا آبی و اینکه پوزیشن مورد علاقهشون داگی بوده
به خدا الکی نمیگم، اینو خیلی دربارش خوندم، هر جام گوگل کنیم میاد. میگن اینا یا باید میشینری کارشون رو انجام میدن یا داگی، ولی به احتمال زیاد اونایی که متراژ بالاتری داشتن میتونستن داگی انجام بدن، اونایی که متراژ پایینتری داشتن داگی نمیتونستن، چون که رو کمرشون یه سری استخونا و یه حالت دندونه داری داشتن که برای اونایی که سایزشون کوتاه‌تر بوده سخت‌تر بود. میدونم فکر می‌کنین دروغ میگم، ولی واقعا میتونیم گوگل کنیم بخون، من خودم باورم نمیشه. دایناسورا داگی دوست داشتن. پوریا پوتک گگ ریفلکس نداره. فکر بد نکن، برای اونایی که دارم فکر بد میکنم میتونم توضیح بدم. ما پوریا همیشه اون میگفت نه اوغ میزنه نه بالا میاره. بعد یه سری با یکی کل کل کرد تو خوابگاه بودیم، کنم 700 میل ودکا میخواست بخوره، نصف بیشترش خورد، یه دفعه حالش بد شد، ما همه جفت کرده بودیم، چره ریختیم تو حلقش، روغن ریختیم تو حلقش. بعد میگم من بالا نمیارم، بذاریم بخوابم. بعد ایشون با پوریا بیار بالا بیار حالت بد میشه، چخ میری. بردیم دستشویی، من انگشتم تا اینجا تو دهن پوریا بود که بالا بیاره، نه اوغ میزد نه بالا میورد. ولی چی دیگه، اون میتاخ انداختیمش، اصلا هم بالا نیورد، تا صبحم خوابید، بعد صبح حالش بهتر شد. تو این 10 سالی هم که با هم بودیم یک بار هم نشد ببینمش بالا میاره، هر چقدرم حالش بد بود نه اوغ میزد نه بالا میورد، که چیز کاملا عجیب بود. برعکسم من مسواک میزنم اوغ میزنم. آره دیگه الان حرف رو رواد برامون در میارن. اورگاسم، 10% از زنای روی کره زمین هیچ وقت به اورگاسم نمیرسن یا اورگازم نمیشن. باب اسفنجی، تولد باب اسفنجی 14 جولای 1986 شه. باورتون میشه تولدش رو پیدا کردم؟ قربونش برم. مومیایی، اعضای بدن به طور جداگونه مومیایی میشدن، چون اگه قبل از مومیایی کردن اعضای داخل بدنش و ارگانش رو در نمی آوردن، برای مدت خراب میشدن. برای همین ارگانای توی بدن مثل قلب، مثل ریه، مثل کبد، مثل کلیه رو در می آوردن، تو کوزای جدا جدا میذاشتن، خودشم مومیایی میکردن و همه رو میذاشتن کنار هم. من تا الان فکر کردم ارگانشون رو میریختن میرن، ولی البته قبل اینکه این ارگانا رو تو کوزای کوچیک کوچیک بذارن، خشکشون میکردن بعد میذاشتن تو کوزا. کیتکت کلاب، چقدر شما کیتکت رو دوست داری؟ وای! الان چند تا فکت میتونم بهتون بگم. یکی که تا الان دو بار مختلف کلن من دو تا گروه آدم آیدم تو خود کیتکت. نیمه لخ فرسون داری رد میشی با اون استایل کیتکتی، یه فکر بهت میگه آقا شما بازیاری؟ چه حس عجیبیه. گفتم بله. بعد یکی بام سلام کردم، ویدیوهاتون رو میبینم، خیلی سلام، خواهش میکنم لطف دارین. بعد گفت من اومدم کیتکت به خاطر شما، تو ویدیوتون دیده بودم در مورد کیتکت صحبت کرده بودین، برای همین امشب اومدم کیتکت. انقدر خندیدم، دو بار تا الان اینطوری برام پیش اومده. من تو کیتکت یه بار یه چکی خوردم، گردنم یه هفته 10 روز درد میکرد. نشسته بودم برای خودم لذت میبردم از فضا اینور اونور، نام کردم دختر کنارم نشست، چون که صحبت کردنشیم لاس میزدیم، بعد بهم گفتش که رو چی، همه اکثریت اصلا میپرسن که اصلا رو چه موادی هستی، مثلا چه طرف رو ماشروم باشه زیاد مخشو نخوری. بعد من به شوخی گفتم هروئین. ببین همون موقع یه چک بهم زد، گردنم اینطوری شد، یه هفته گردنم درد میکرد. بعد تو این هیروویری من ماتم، چی شد چرا اینطوری کرد؟ یه دفعه اینم از اونور چیز، اونور بار، دوست پسرش داره میدوه بیاد سمتم، خیلی آزاخیته. پسر دختر دیده بود، فکر کرده بود من دست بهش زدم، یه کاری کردم داشت میدوید بیاد جرم بده. بعد من دستم بردم بالا، رفیقم تو گاردیروب کار میکرد، گاردیروب چیزی که لباس تحویل میده، چون میخوای موقعی میخوای وارد شی کت تحویل میده اینا، هیچی دیگه. اونم سری به گاردا گفت و جفتشون از کلاب انداختم بیرون. ولی فکت بود، یه فکت جالب دار. بیشتر خاطره بود. وای آره، یکی از عجیب ترین چیزایی که تا حالا تو کیتکت سر اومد. نمیگم چرا باید ناراحت بشم، به تو شما تو چی ام خب چرا میپرسی؟ پس نبودم، ما دارم شوخی میکنم، فردا نگه مزیا هروئین میزن. درد، در یک میلیون انسان روی کره زمین، مایی که به دنیا بیان با یه سندرومی به دنیا میان که درد رو حس نمیکنن، یعنی اینکه قابلیت حس کردن درد رو ندارن. برای اونایی که میگن وای چقدر کول من دوست دارم داشته باشم، اصلا هم خوب نیست. شما که درد رو حس نمیکنی، فرض کن تو خیابون دارید راه میرید، مثلا منفی 20 درجه است، انگشتای پات داره یخ میزنه، تو نمیفهمی، انقدر راه میری تا مثلا به یه جای بد میرسی، فین انگشتات بنفش شده، بری انگشتا پاتو قطع کن، یا چه میدونم قابلمه داغ نمیدونی، بعد دستت داره میسوزه و نمیفهمی، میذاریش یه گوشه کنار، بعد مشکل پیش میاد، چرک میکنه، سپسیز میزنی، به چخ میری، خیلی بده. پس سیستم درد داشتن برای خودته، برای کمک به خودته، برای کمک به بدنته، اِوولوشن الکی نذاشت تو بدنت. BDSM یه تجربه است و همیشه به عمل جنسی و سکس ختم نمیشه. بچه‌ها این تمام چیزایی بود که در موردش می‌خواستین فکت بدونین. و حالا یه فکت دیگه در مورد دوش آب یخ. حالا تو یه چند تا فکت در موردش بهتون میگم. من یه چند وقتیه شروع کردم یه چالش دارم میرم که 20 روزه که تو هر روز زیر دوش آب یخ به مدت، حالا بهتون میگم مدتش چقدره،
به یه مدت زمان خاصی میستی و این به چیا کمک میکنه؟ سیستم ایمنی بدن تو بالا میبره، مخصوصا در مقابل سرماخوردگی. علائم افسردگی رو کاهش میده، چرخش خون رو تو بدنت بهبود میبخشه، متابولیسم بدنم میبره بالا و در آخر اگه یه جفت نداری یه جفت بد میده، چون یه کار خیلی خفنیه. حتما تجربهش کنی. عکسش هم براتون میذارم. 20 روزه، هفته اول اگه 15 ثانیه است، هفته دوم 30 ثانیه است، 45 ثانیه تا به 1 دقیقه میرسه. هر روزم باید اینو انجام بدی. بریم ما انجام بدیم. بچه آماده این؟ من یه میکروفون نذاشتم چون میکروفون خیس میشه، ممکن صدا بد باشه. اول باید میشه آب معمولی شروع میکنیم، آردی سرده. بچه من چون هفته دومه 30 ثانیه باید زیر دوش آب یخ باشم. این آردی سرده. بریم. یادم رفت تو بگم زیر این ویدیو هر کلمه رو کامنت کنی یه فرق در موردش بهت میگم. تموش جل خوردم. چیو یادم رفت؟ مرسی که میدیرت اینجا نما کردین. تا بازم آخر زندگیتون نوبال آرزو کنید. تو خوشی که دستیدیتون رسید. تا بقید پیس. داشتم گریه میکردم اقا سر بود. واقعا حالتون جا میبرد.